خوشتان و یاران مهربان من و شنوندگان گرامی این هفته باید که هیچ دهامین برنامه از قصه های اصر جدید رو براتون تعریف کنم که بدون مقدمه شروع میکنم به بررسی مسائل دنباله گذشتمون میخوام براتون بگم که چگونه شد که سردار سپه موفق شد دانشکده افسری رو بنا کنه و بعد هم سایر شعبات آریا با همت و کوشش بسیاری از عمرای ارتش در طول زمان ایجاد شد که مورد قبول و تحسین بسیاری از دانشگاه های بزرگ جهان قرار داشت حالا آقای دوست علی خان معیر در کتاب رجال عصر ناصری قصه ای دارد به این عنوان درباره دانشکده افسری و همچنین دبیرستان نظام و او می نویسد که دانشکده افسری و دبیرستان نظام در قسمتی از زمین های کامرانیه که بیرون از تهران اون زمان واقع شده بود ساخته شد شاید بسیاری از شما ندونید ولی همسن سالهای من خیلی خوب میدونن که کامرانیه و فیشرابات و باغهای ییلاقی کامران میرزا در اون روزگاران در خارج از تهران بود که قسمتیش رو امیریه میگفتند قسمتیش رو منیریه میگفتند که باز در امیریه و منیریه قسمت قشناقی زندگی کامران میرزا برپا بود و در کامرانیه و پیش آباد یه بود که بعدها وقتی که خیابان سپه رو ادامه دادند رفتند تا خیابان سیمتری کامرانیه کامران هم افتاد در این قسمت حتما یادتون هست آقای عباس رعفت در کتاب خاندان قاجار نوشته است که این کامران میرزا خب پسر ناصرالدین شاهه مادرش منیر السلطنه ناصر ناصرالدین شاه است و این خانم منیر السلطنه دختر معمارباشی دربار بود و به همین سبب چون کامران میرزا از مادری متولد شده که مادر از خانواده قاجار نیست او رو به عنوان ولیعهدی قبول نکردند و او و خانوادهش در بین مردم محبوبیت فراوانی داشتند زیرا مادر مانی رو سلطنه مثل خااننم های معمولی در بین مردم رفت آمد داشت و خب خود معماری هم مورد قبول عامه بود. به این جهت بعد از عظر احمد شاه و رفتن بسیاری از شاهساده ها از ایران او و خانواده‌اش همچنان در تهران موندن و در همان خیابان امیریه زندگی می و کامران میرزا تا سال 1307 خورشیدی زندگی می کرد و در 72 سالگی درگذشت. حالا براتون باید بگم که این کامران میرزا دارای پسرها و دخترهای متعددی بود که اغلب اونها هم به عنوان مالک و زمینداران زارعی بزرگ زندگی کاملا مرفعی داشتن به همین جهت باید براتون تعریف کنم که بعد از اینکه رضا شاه سر کار آمد و همچنین در دوران محمد رضا شاه خاندان کامران میرزا در ایران زندگی میکردند و بسیاری از پسرها و دخترهایشون تحصیلات زیادی داشتند و با عنوان کامرانی در ایران صاحب مشاغل و مناسب متعددی بودن حالا یکی از پسرهایشون با عنوان حضرت والا شاهزاده کامرانی در وزارت دادگستری ایران به عنوان رئیس سازمان و وکلا سالیان دراز خدمت میکرد در اون دوران بود که هنوز به اصطلاح سازمان و وکلا یعنی کانون وکلا ایران از دادگستری جدا نشده بود و مستقل نشده بود و طبق برنامه ریزی داور یکی از ادارات وزارت دادگستری بود و زیر نظر دیوان و کشور و باید براتون بگم که رئیسش آقای پیر خان پیرنیا بود که ایشون یکی از مستشاران بسیار مشهور دیوان عالی کشور بودن که بعد از بازشستگیش اگه یادتون باشه اون برنامه گلها رو در رادیو تلویزیون ایران به وجود آورد و بسیار هم مشهور شد این اداره دو قسمت داشت یکیش بود سازمان وکلا این قسمت سازمان و وکلا زیر نظر همین حضرت والا شاهزاده کامران میرزا بود حالا این مطالب رو گفتم تا یه قصه ای براتون تعریف کنم باید بگم که من 18 سالگیم شد دیپلومم گرفتم به این جهت خب در رزومه اطلاعاتم مشغولم اما میخوام که یک کاری داشته باشم به این جهت در وزارت دادگستری شروع به کار کردم و من به عنوان منشی حضرت والا کامران، کامرانی پیش ایشون فرستادم و باید براتون تعریف کنم حضرت والا شاهزاده کامرانی بسیار در ترقی و ترفیع من چه در دادگستری و چه در سایر مشاغل دیگرم به من کمک کردند و موجب شدند آشنایی من رو با رجال درجه اول ایران و من دو سالی که به عنوان منشی ایشون در وزارت دادگستری خ... به خدمت مشغول بودم در واقع آینده رو ساخت به طوری که من در بیست سالگی پس از دو سال منشیگری حضرت والا با موافقت خود حضرت والا به معاونت اداری دادسرای تهران منصوب شدم داد تهران دو تا معاون داشت یکی معاون قضایی داشت یکی معاون اداری که من به عنوان معاون اداری انتخاب شدم البته برام شغل بسیار بزرگی بود سختم مورد حقد و حسد سایرین قرار گرفته بودم و آقای دکتر پیراسته دادستان تهران شد و چون یکی از روزنامه‌نگاران مشهور ایران بود و مرا خیلی خوب میشناخت به این جهت مرا انتخاب کرد و برد به دادسرا ببخشید منو که از اصل قضیه دور افتادم اما که باید براتون تعریف کنم میدونید من دلم میخواد قصه بگم براتون حالا مشهور هست که در سال 1301 شمسی آقای سلیمان بهبودی در خاطراتش می نویسد که یک شبی در یک مهمانی که در خانه سردار سپه بود و جمعی از رجال و بزرگان ایران هم به آن مهمانی می آمدن شاهزاده کامران میرزا هم حضور داشت خب رضا خان به عنوان صاحب خونه از همه پس جرایی می کرد و من جمله با کامران میرزا خیلی گرم و نرم صحبت میکردن سردار از کامران میرزا سوال میکنه که حضرت والا امسال کشت و برداشت چطور بود کامران میرزا که در آذربایجان و در همدان و همچنین در اطراف تهران عراضی وسیع و زیر کشت داشت میگوید که به لطف و همت سردار امسال هم کاشت خوب بود و هم برداشت و البته باید بگم این امر مرهونه امنیتی است که ارتش جدید ایران به وجود آورده به این جهت ما امسال هیچ مشکلی در زمینه کاشت و برداشت نداشتیم بلا فاصله هم ایشون میگوید که من حقیقتا باید از ارتش تشکر کنم که اینطور امنیت رو برقرار کردند و همه کس در کار خودش در حد مقدور موافقه بله مو موافقه بل رضا خان از همین قضیه حد علای استفاده رو میکنه و چون او تمام کوششش این بود که یه عراضی رو به دست بیاره برای ساختن دانشکده افسری رو میکنه به کامران میرزا و میگه که حضرت والا آیا حاضری در قبال این امنیتی که براتون ارتش به وجود آورده کمک موثری به ارتش بکنید کامران میرزا که نمیدونست رضا از او چی میخواد با کمال میل این کار را خواهم کرد رضا خان میگوید که اجازه بدهید که کارشناسان ارتش بیایند و قسمتی از عراضی کامرانیه رو که منزل یه شما در خارج تهران هست قیمت کنند و شما اون رو به با ارتش واگذار کنید تا ما در اینجا دانشکده افسری و دبیرستان نظام رو برپا کنیم کامران میرزا که یکه میخوره ابتدا ساکت میمونه اما موقع خداحافظی خان میگوید که جناب کامران میرزا در این زمینه هیچ فرمایشی نفرمودید تو رو در یا حالا به هر, هر, شکلی موافقتی میکنه و میخواد از در بره بیرون ولی رضا خان همونجا با حضور کامران میرزا خدایار خان رو که حاضر بوده صدا میکنه و میگه که خدایار خان با حضرت والا قرار بگذارید و بروید کامرانیه رو برای دانشکده افسری خریداری کنید و کارشناسان رو ببرید اونجا با حضور خود حضرت والا اونجا رو قیمت کنید و به همین طریق دو سال بعد دانشکده افسری در زمین های کامرانیه و دبیرستان نظام در بالای خیابان سیمتری متری ساخته میشه و واقعیت پیدا میکنه حالا اهمیت قضیه در اینه که خب ساختمان ها در حال توسعه و آماده شدنه اما اساس قضیه معلم و استاد است که در واقع به قد کافی نداریم چه باید بکنیم؟ سلش کرد جهانبانی که از افسران تحصیل کرده سنسیر بود و فرانسه رو خیلی خوب میشناخت و میتوانست در آنجا اقداماتی بکنه و مشاوره سردار سپه بود معمولیت پیدا میکنه و به فرانسه میره و با نظر مرحوم فروغی چند تن افسر تحصیل کرده رو برای اداره دانشکده و چند تن از اساتید مشهور دانشگاه رو که از فرانسه و بلژیک و سوئیس استخدام میکنه و با این طریق این مهم رو هم خیلی سریع حل می کنند به طوری که از همون سال اول وقتی که دانشجو سر کلاس می نشینه استادان هم آماده تدریس بودن و از همون سال اول دانشگاه افسری به سه قسمت معین تقسیم شد پیاده نظام و سوار نظام و قسمت مهندسی قسمت توبخانه ببخشید توبخانه که بعد هم مهندسی و قسمت های دیگه همه اضافه شد و برای هر کدام اساتید و کارشناسان کافی آماده خدمت بودند و اساتید تدریس میکردن و یکی از مهمترین مسائلی که در دانشکده افسری رواج پیدا کرد و همین این امر موجب شد که به سایر دانشگاه ها و سایر به جوان ها را هم رقبت بدن این بود که از همون سال اول در دانشگاه زبان خارجی رایج شد یا فرانسه یا انگلیسی رو باید می گرفتن خب اساتید شروع به تدریس کردن اما حالا میخوام تاریخچه دانشکده افسری رو براتون تعریف کنم تا تو خوب توجه کنید که آنچه که امروز خوب گوش کنید آنچه که امروز به عنوان دانشکده امام علی معروف است و گاهی این آخوندک آقای خامنه ای میره اونجا و سان میبینه باید ببینیم که این رو چه کسی ساخت چه مقاماتی اون رو اداره نمودند و این طول زمان چگونه خدماتی رو افسران و عمرای ارتش ایران و خارجی ها به عنوان خدمت به دانشکده افسری ارائه نمودند که این آقایون امروز ازش استفاده میکنند دانشکده افسری امام علی یه دانشگاه نظامیه که یکی از دانشگاه های ارتش جمهوری اسلامی ایرانه توجه میکنید اونا دانشکده افسری امام علی رو گفتن که اینجا یه دانشگاه نظامیه که یکی از دانشگاه های ارتش جمهوری اسلامی ایرانه و مربوط به نیروی زمینی ارتش میباشد این دانشگاه همه من میدونیم میده در خیابان امام خمینی بله چون خیابون سپر است خیابون امام خمینی دیگه خیابون امام خمینی ادامه پیدا کرده تا خیابون سیمتی یعنی سفای سابق یعنی همون عراضی کامرانیه که از کامران میرزا خریداری شد و مقابلش هم این قشنگه مقابلش هم ساختمان مجلس خبرگان فعلی قرار دارد یعنی چی؟ یعنی همون مجلس سنای سابق که در دوران محمد شاه ساخته شد اما آنچه را که باید براز تعریف کنم اینه که دانشکده افسری ایران در اون زبان البته طوری صاحب منصبانش تربیت می شودن که از نظر علمی و از نظر فنی و از نظر کادر یکی از معتبرترین دانشگاه های نظامی جهان بودند. در خاورمیانه به خصوص در خاورمیانه یکی از مهمترین ها بودن البته نام قدیمی این دانشگاه هم بود مدرسه صاحب منصبی که از قدیمی ترین مرکز آموزش عالی در سطح کشور بود که بعدها توسط سردار سپه در اجرای بند جیم ماده پنج حکم قشونی چارده آزرمای هزار 1300 تشکیل شد و سردار سپه و همراهانش با الگوبرداری از مدرسه نظامی سنسیر و استخدام افسران فرانسوی و با ادغام تجهیزات آموزش موجود در مدرسه صاحب منصبی خانه مدرسه صاحب منصبان جاندارمری و مدرسه نظام مشیر دوله که در اول خیابان اکباتان قرار داشت این دانشکده در آن روز برپا شد که هنوز این رژیم از اون کمال بهره برداری رو داره میکنه و بعدها این مرکز آموزش به امارت کامرانیه واقع در خیابان سپه نقل مکان کرد و مستقر شد و از سال 1301 تا سال 1314 شمسی یعنی سیزده سال تمام اساتید متعدد و مختلفی در زمینه های علمی و فنی و کادر و تربیت افسر در این دانشگاه در این دانشکده ببخشید و در این ساختمان ها به خدمت گذاری بودند و اون را آماده می کردن تا به عنوان یک دانشکده مشهور بشه و در سال 1614 مدرسه صاحب منصبی ایران با تصویب بسیاری از کشورهای جهان و دانشگاه های بزرگ دنیا به عنوان دانشگاهی افسری مورد قبول قرار گرفت و تغییر نام داد بله حالا باید براتون بگم که پیریزی تعلیم و آموزش پیریزی تعلیم و آموزش علمی و عملی این دانشگاه با بهرهگیری از استادان خارجی و ایرانی به آموزش کلاسیک نوین و افسران نیروهای سگانه و نوپای ارتش شاهنشاهی با محوریت نیروی زمینی در دسته های پیاده و سواره و توپخانه و بعدها و مهندسی و اردنانس ایجاد شد و, و به آن پرداخته شد و تکمیل شد و افسران آن مورد تایید دانشگاه های بزرگ جهان قرار گرفتند و با توصیه فعالیت های آموزشی مدت دوره دانشکده سه سال تعیین شد و این مرکز در قالب بر پنج دانشکده بعد از اینکه سه سال 14 اینجا آماده شد اون تقسیم شد از نظر علمی به پنج دانشکده و گروه زبانهای خارجی عنوان دانشکده افسری پیدا کرد که اینک با اخذ مجوز از فرمانده کل قوای جمهوری اسلامی نامش به دانشگاه افسری امام علی تغییر کرده تمام عناوین و نامها و تصاویر سازندگان حقیقی دانشکده توجه می‌کنید این دانشکده با زحمت و کوشش سالیان متمادیه بسیاری از عمرای ارتش ایران و بسیاری از اساتید خارجی و فناوران بزرگ جهان ساخته میشد و برنامه ریزی براش میشد اما تمام عناوین و نام ها و تصاویر سازندگان حقیقی دانشکده افسری از تمام سالن ها و مراکز آموزشی آن پاک شده و اصلا نامی از سازندگان واقعی آن وجود ندارد و اصلا اساتید آموزش و پرورش چهارده سال گذشته یعنی که ساختن دانشکده رو و بعد تا سال 1357 آن رو ادامه دادن مطلقا از تمام دیوارها پاک شده و حک شده و دانشکده افسری که پای گزارش سردار سپه بود حالا تقسیم شده است به نام دانشگاه شهید ستاری دانشگاه علوم و فنون دریایی امام خمینی که چه نام با هم هست برای امام خمینی به خصوص دریاییش دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا دانشگاه جنگ دانشگاه عالی دفاع ملی دانشگاه امام حسین دانشگاه امام باقر محققا بسیاری از همسل سالهای من به خوبی یادشان هست که تمام این عناوین البته پس قبل از تغییر نام دادن و دانشگاه های مورد بحث در دوران سپه و جمع وقتی که ایشون ریاست ستاد ارتش رو داشتن و با حضور اساتید امریکایی و فرانسوی و انگلیسی به وجود آمدن و پیریزی شدن و اساتید آنها هم اغلب از دانشگاه های بزرگ جهان مثل امریکا و فرانسه و آلمان و سوئیس به ایران می آمدن و در آن تدریس می کردن به خصوص دانشگاه پدافند اونایی که در دانشگاه پدافند تحصیل کردند یا گاهی از کنارش گذشتن به اصطلاح میدونند که دانشگاه پدافند ایران یکی از بزرگترین مراکز علمی ایران بود که کاملا مورد توجه و قبول دانشگاه اروپا و امریکا قرار داشت اما مدرسه نظام که بعدها عنوان دبیرستان نظام به خودش گرفت در واقع ابتدای یک مدرسه خصوصی بود که فقط 20 تن دانش آموز داشت محمد رضا پهلوی و 19 نفر از فرزندان و مرای ارتش زیر نظر اساتید ویژه آن به تحصیل برداخته بودند. در واقع مدرسه نظام عقده بزرگی بود که از طفولیت در گلوی رضا گیر کرده بود. به همین سبب همه کوششش رو ایشون به کار برد تا مدرسه اختصاصی به وجود بیاورد که محمد رزای ولی ولیعهد از سن شش سالگی در آن مدرسه به آموزش اختصاصی بپردازد زیرا رضاخان که در دوران طفولیت نوجوانیش مطلقا نه مدرسه دیده بود و نه آموزش به این جهت نمیخواست فرزند برومندش که وریعت اصل جدید خواهد شد بدون آموزش باقی بماند و به فراست دریافته بود که آموزش و فراگیری میتواند هم فرزندش و سا هم سایر فرزندان ایرانی رو آماده خدمت به وطن بکنه در اینجا من این قسم رو ناتمام میگذرم و از شما امیدوارم که همراه من باشید و ببینید که در آینده چگونه این دانشکده افسری خدمات بزرگی رو کرد و چطور به ایران و ایرانی آموزش داد که دانشگاه های دیگر رو هم بسازند روز روزگارتون خوش تا برنامه بعد